الرحیم. سلام و روز بخیر. شکی نیست ما با وضعیت بسیار بحرانی روبرو هستیم و تمام نهادهای دولت درگیر بحران هستند. قبلا و در آغاز و چندین بار تاکید کردیم که رژیم آقای غنی رژیم قانونی مشروع و قابل قبول نیست، یک رژیم غیر قانونی هست، از آغاز غیر قانونی بودن. اما چگونه میبایس با رژیم برخورد کرد؟ متاسفانه پارلمان افغانستان که میبایس در چند لحظه بحرانی ابتکار عمل را به دست بگیرن، به دلیل فساد گسترده در سطوح مختلف یا به زبان دیگر آسیبی که دیده از در چند سال، نمیتواند این ابتکار را به دست بگیرد، در حالی که میبایس این کار انجام بده و مردم هم متاسفانه به این مجلس و به این شورا و پارلمان اعتماد نمیکنند. اما در رابطه با آنچه که در قندار دارد اتفاق میفتد، که شاید حالا بگن که در همه قندار است، شاید اونجا اعلام بکنن که یک لوی جرگه است، شاید هنوز نام لوی جرگه را نگفته باشه آقای کرزی، ولی ممکن است اونجا چنین چیزی برای این مجلس نام بگذارن که بعد مشکل زیاد خواهد شد. این لوی جرگه میخواد مشورتی باشه، عنعنوی باشه، هر چیزی باشه. من موضوعم در رابطه با لوی جرگه ها بارها روشن است که لوی جرگه ها غیر دموکراتیک، عقب مانده، ناکار آمدن، برای ما، برای حزب ما، برای مردم ما، طرفداران من قابل قبول نیستند. اما برای یک لحظه فرض کنید که یک لوی جرگه باید دایر شود. آقای کرزی از کدام پایگاه حقوقی میخواد لوی جرگه دایر بکنه؟ رئیس جمهور بوده، حالا یک شهروند عادی است. اگر قرار بشه برای اوش کرزی کس لوی جرگه دایر بکنه؟ من شخصا و شما هر کدامتان اینقدر توان داریم که از ولایات مختلف اتفاقا از اقوام مختلف 5000 10000 نفر را دعوت بکنید، بعد شما هم بگید لوی جرگه است. اگر اون لوی جرگه فقط مربوط به برادران پشتون ماست، بحث شلاید است. اگر اون لوی جرگه با او بحث است، بحثی است که هر کسی میتونه گویا ملی است و سراسری هست، خب هر کسی میتونه این لوی جرگه را دعوت بکنه، اعضا هم میتونند. بنابراین باز چرا در قندهار با چند قندهار تصمیم بگیره؟ ما مردم قندهار احترام داریم، ولی این استمرار یک استبداد است، استمرار یک شوونیزم قومی است. ثانیا ما میخواهیم بگیم اگر بحث این است که هر کسی میاد این گونه تصمیم میگیره و دفع فاسد به افسد میکنن، آقای غنی، آقای کرزی آرام فاسدتر از آقای غنی است. تمام پایه های شوونیزم قومی، استبداد، بی‌عدالتی، قدرای زنجیره‌ای در زمان ایشان پایه گذاری شده است. اگر این گونه میخواهند نسبت به سرنوشت مردم افغانستان تصمیم بگیرن، من از ولایات مختلف، پشتون، غیر پشتون، من در بین پشتون ها دوستان زیادی دارم، میتونم دعوت بکنم از اقوام مختلف. باز ما میگم که راه حل نیست جرگه و جرگه بازی. ما دقیقا پیشنهاد میکنیم افغانستان به صورت یک جمهوری دموکراتیک فدرال در بیاد، مردم در ایالات مسائلشان را مدیریت بکنن. اگر چنین چیزی نشود، با این وضعیت که داره اتفاق میفته، افغانستان به طرف تجزیه خواهد رفت. زمان این که هر کسی تصمیم بگیره، جرگه، قندهار، بحث ماهای کرزه، جرگه مگر کار پشتون ها و تنهایی است. اگر مسئله عمومی است، بعد بنیاده حقوقش معلوم باشه. خب به هر حال یک چیز در قانون اساسی وجود داره به نام جرگه قانون اساسی. ما بارها با این مسئله تاکید کردیم. ما درباره دوران گفتیم آقای بارکزی عصبانی شدن، حالا دیوار کردن، تدابیر اتخاذ نمیکنید. این بحث فدرالی را ما به شما میگم، اگر این گونه کار ادامه پیدا بکنن و قدرت های بیرون این گونه مداخله بکنن، ما به طرف تجزیه خواهیم رفت. بسیار روشن و واضح و سریع میگم آقای کرزی فراموش نکنه، بیاد داشته باشه، دیگر ما از اینها اطاعت نمیکنیم. بعد این طیفی که شرکت میکنه در جلسه قندار چه کسانی هستند؟ البته ممکن است که آدمان شریف خوب ساده دل هم شرکت کرده باشند در جلسه قندار، ولی یک بخش کلان آدمایی که میرن متهم به قاچاق، به مواد مخدر، به خیلی چیزهای دیگه هستند. واقعا اینا میتوانند سرنوشت ما تشکر پدرم سر...